وقت بخیر. ما در دومین بخش از مجموعه برنامه‌های روزگار هزاره‌های استرالیا، این بار از ایالت ویکتوریا و شهر ملبورن به ایالت نیو ساوت ویلز در استرالیا و به شهر سیدنی می‌رویم. هزاره‌ها در این ایالت و در شهر سیدنی چه می‌کنند؟ روزگار آنان چگونه است؟ جمعیت و پراکندگی جمعیتی هزاره‌ها، وضعیت اقامت آنها، کار و بار آنها، درس و تحصیل آنها، وضعیت زنان هزاره در آنجا، نحوه و سطح تعامل هزاره‌ها با جامعه استرالیا چگونه می باشد و آیا آنها از محیط و فرصتی که برایشان در یکی از مهمترین مراکز دیپلماسی جهان فراهم است برای دیالوگ سازنده با نهادها و سازمانهای بین المللی درباره مسائل حقوق بشری هزاره و مردم هزارستان استفاده می کنند؟ برای پاسخ به این پرسش ها و پرسش های دیگر در مورد هزاره های نیو ساوت ویلز گپ و گفت مفصلی داریم با خانم ایدا تگین از شهر سیدنی. من کامران میرهزار هستم و این برنامه را از کانال یوتیوب به صورت زنده میبینید. اگر علاقمند چنین برنامه هایی هستید به یوتیوب رفته و این کانال را سابسکرایب کنید تا زودتر رشد کنند. من از خانم تگین میخوام که به استودیو بیاین. سلام و وقت شما بخیر خانم تگین، خیلی خوش آمدین به برنامه گپ و گفت های بین رشته‌ای. در ابتدا اگر سلامی درودی با بینندگان دارین بفرمایید. اول تشکر شما آقای میرهزار که ما در پروگرام خدرین. با اینکه سیدنی مملو پر از جوانای خیلی لایق و پیشرفته چی از طبقه ذکور و اونا هستن، یک جان تشکر و خوشحالم که مو قاموش مور در ایده جمع خو آدمایی که وقت و زندگی خود را وقف پیشرفت جامعه منین. تشکر یک جهان، نسلای آینده ما مدین شما هستن و خواهد بودن. قسمی گفتن نام بنده ایدا از سیدنی، از هزارای هزارستان. تقریبا 20 سال میشه که بیشتر در سیدنی زندگی میکنیم و همین قدر دیگه. آزاده باشین. مایل هستین یکم بیشتر خود معرفی بکنین تا بیننده ها با شما بیشتر آشنا شون؟ والا زندگی شخصی دیگه، اما که میگه پرایویت. بله بسیار خوب. نه، هر طور مایل هستم در این مورد. تشکر. هر طور که خودتان ترجیح میدیم. به حال خیلی خوش آمدیم به برنامه گپ و گفت های بین رشته‌ای، سپاسگزار. و ما در برنامه اول به ایالت ویکتوریا رفته بودیم، در این برنامه به ایالت شما نیو ساوت ویلز و عرضم به حضور شما همین رقم ایالت به ایالت، منطقه به منطقه میریم و روزگار هزاره ها را میخواییم ببینیم به چه شکلی هست و ای بار هم به شهر سیدنی. بینندگان عزیز خیلی خوش آمدیم به برنامه. ما برنامه خود با سوالای اصلی برنامه شروع میکنیم. ابتدا در مورد تاریخ و علت سکونت هزاره ها در ایالت نیو ساوت ویلز میتونین معلومات ارائه بکنین؟ اینجا یک پرزنتیشن هم که شما روان کردین من دارم، اگر خواسته باشین هر وقت بگوین من ایره میتونم شریک کنم در اینجا. بفرمایین خانم. بله، ما در استرالیا از سال 2002 به این سو هستیم که تقریبا 22 سال میشه. ما یکی از اولین فامیلای قوما که ما متوجه شدیم در منطقه سیدنی. بعد از او شکر الحمدلله دوستا بیشتر آمدن به هر دلیلی که هستن. ما را منفی نمیگیریم، فرقی ننه. در کشور استرالیا در این کمپنی که ما به اصلاح کارون بیشتر از 30 کنتری نفر یا کشور باشنده هایش در این زندگی بنان انتخاب کردن برای تغییر در زندگی کار بار. اما داستان ما از را کم مختلف تر است که از شوق نامدیم، از مجبوریت آمدیم برای حفظ
خود و فامیل خود و آینده اولادا. حرفی نیست، استرالیا کشور خیلی بهترین، یکی از بهترین کشورهای دنیا است از حساب اکونومیکال، از حساب حقوق بشر. ما به فکر کنم که اگر انتخاب قوما از دیگر کشورها کرده، استرالیا یک منطقه بهتر حساب مرا برای نسل های آینده. بیشتر سوالش ما جواب دادن نیستم، نتونستم. شما گفتین از سالهای 2000 تقریبا 2001 2002 پیش از او چطور مثلا سالهای اما قرن بیستم، نیمه دوم قرن بیستم، آیا کسایی از هزاره ها در نیو ساوت ویلز آمده بودن یا نه؟ دقیقا اینطور ذکر نشده که در نیو ساوت ویلز یا دیگه در حالات استرالیا بودن هزاره ها، اما قسمی که ما تمام ریکارد ما که میبینیم حساب نفوس شماری که در 2021 شده بود و امو وبسایتی که دولتی هست نظر به امو نشان میده که از هزاره ها از سال 1977 نفوس در 1975 هزار داخل استرالیا شد و از او قبلن چه ما معلومات پیدا نتونستم و بعدش وقفه هست. سال 1990 یک 5 نفر هزاره دیگر داخل کشور می شاید به حساب های تجارت، چون زمان هزاره قدر مشکل نداشتن از کشورهای دیگر شاید باشن مثلا پاکستان و ایران، و 92 6 نفر و 93 7 نفر و بیشتر امیگریشن یا مهاجرت هزاره ها در استرالیا بالعموم از سال 1997 شروع شدن که 13 نفر، بعدش 11 نفر، بعد صدها، و بیشترین از او از سال 2000 به این سو زیادتر شده. سالانه تقریبا 1000 2000 نفر تنها یا با فامیلشان آمدن. بله، و اینا بیشتر از با قایق آمدن. البته احتمالاً همین جرجان ها اول آمدن با قایق، بعد وقتی که رسیدن استرالیا فامیلای خود دعوت کردن. چطور در این مورد همین رقم است؟ بله، اون زمانی که ما یک از خانواده های خیلی لکی بودیم که یک جای آمدیم، گرچه خودم شخصا چون قبل از آمدن به استرالیا در پاکستان زندگی میکردیم و شرایط دولتی خیلی مشکل شده بود، میخواستن که دولت پاکستان مهاجرین هزاره یا افغان رو بکشن از پاکستان و برای آپشن دوم میگشتیم، و من خودم یکی از نفرها بودم که داوطلبانه میخواستم امرای دوستا مهاجرت کنم با استرالیا از طریق کشتی، اما متاسفانه که روی اقتصاد امو 4000 دلاری که اینا میخواستن نبود. از یکی دوستا خواستیم، اونا گفتن که اگه شما برین غرق شین ما پیسه خواست کجا بگری. بازی این موضوع ماند و خوشبختان از طریق یونیسیار ما یک از فامیلای خوشبخت بودیم که همه یک جای اومدیم. اما اون زمان زیادتر امی مردها مجردها یعنی بدون فامیل بودن. آزرا دیدین که ماشالله در هر جایی که هستن بایی که قرنها و قرنها از فشارهای روحی و اقتصادی سفر کردن، باز هم در فکر فامیل و زندگی بهتر و بهتری آینده اولادایشان هستن. سو امو مردهای فامیل از هر خانه کمتون پولی که یک جای کرده بودن آمدن، بعدش اینا فامیل ها سپانسر کردن. این موضوع که شما گفتن درست است، در کشورهای دیگه هم به همین شکل هسته. البته ما میبینیم که قوما در دنیای غرب که هستن کار میکنن، کار بسیار زیاد شبانه روز گاهی وقتا کار میکنن و کوشش میکنن فامیل خودشان رو در داخل اسپانسر بکنن و یا مثلا کمک اقتصادی بکنن، یعنی حتی مثلا چندین فامیل رو کمک اقتصادی میکنن و از این جهت واقعا باید سپاسگزار قوما در کشورهای غربی بود. قوما بیشتر در استرالیا و به ویژه در نیو ساوت ویلز آیا به شکل پناهنده و پناهجو آمدن یا مثلا با ویزاهای دیگه، ویزاهای کار، ویزای دانشجویی، شکلهای دیگه هم در اونجا آمدن؟ متاسفانه قسمی که ما ریسرچ کردم، چک کردم برای هزاره ها و مخصوصا افغان ها آپشن کار، ویزه کاری تحصیلی نیست.
اما هزارایی که در کویتا مثلا اصلا هویت هزارایی دارن، اونا میتونن از طریق کار و ویزه شاگردی تعلیمی یا تحصیلی بین، اما اونایی که نشنالیتی یا هویت افغانی دارن متاسفانه از طریق کار و تعلیمات امده نمیتونن، مجبورن امی رای قاچاق رو بگرن از طریق کشتی و قایق. و آلی تقریبا دیگه راه کشتی و قایق هم بسته شده دیگه، از اون مسیر دیگه نمی آین دیگه، درست هست؟ بله، خیلی دیر از 10 سال بیشتر میشه که ایرا دولت استرالیا محدود کرده، یعنی بسته کردن، و بعض قومایی که در اندونیزی های جای ماندن، جای بسیار تاسف است که زندگی از نام و روزانه میشنویم، و دوستایی که در از دیگه ایالات خبر نیم و سیدنی و کامرا که میبینم، هر وقت یکان میتینگی با یونایتد نیشن میشه یا یکان وزیرهای دولتی منطقه ممچه، همی اولین حرفی که بیان میشه یه که یک خود دوستایی که اینجا در ویزه موقتی بودن، اینا چطور میتونین کمک کنین، دیگه قدر شکنجه درست نیست که 10 سال بودن اینجا تا نمیتونن که یک حق بر خانه خریدن یا حساب صحی ندارن، اما حق کار دارن. و گذشته از دوستایی که در اندونزیا هستن، یا چطور میتونی کمک کنی؟ دولت استرالیا هم جوابای میکس میده مرا که برای فعلا تحت بررسی یا پالیسی از نانیه، یا شاید حساب پالیسیکل اینا کدام برنامه هایی دارن امرای دولت اندونزیا. اما بله، از 10 سال است که قایق ها دیگه راهش بسته شده. درست است. ما یک برنامه مفصلی را داریم در مورد هزاره های اندونزی و روزگارشون به چه شکلی است. شرایط بسیار سخت و دشواری قوما در اندونزی دارن، اگر قوما در و همیشه هم اونا از قوما در کشورهای دیگه دنیا، از کسایی که در استرالیا هستن، کانادا، نیوزلند و جاهای دیگه میخواین که برای تغییر وضعیت از اونا کاری انجام بدن، و خوب است که امی رقم قومایی که هستن صدای اونا را هم میرسانن به نهادهای مختلف. در استرالیا و نیو ساوت ویلز، اول به من بگوین، میخواین امی اجازه بدن امی پاورپوینت را هم امیج شریک بکنیم؟ من اینجا داره، میبینن شما پاورپوینت را؟ اینی رقم، این معلوماتی که اینجا شما ارائه کردن در این پاورپوینتی که بازم شما تهیه کردن اینجا هست، در صفحه اولشی که نشان میده از سالهای 1977 به چه شکلی تقریبی جمعیت، اینا آمار تقریبی هست دیگه نه؟ اینا از حساب دولتی، از ریکارد دولت هست، کنفرم شده، اونایی که هویت خود اگر هزار را گفتن امین معلوماتش هست. بله، ما یک مشکلی در مورد هزارهای استرالیا داریم و البته ممکن است در هزارها در نقاط دیگه دنیا باشه، ایست که بخشی از هزارها در استرالیا خود به عنوان هزاره معرفی نکردن، یا گفتن اوغو هستن، یا مثلا حتی مثلا در قسمت زبان معمید گفتن از این که زبانهای مختلف دارن، یکی گفت دری هست، یکی گفت فارسی هست، یکی گفت هزارگی هست، باعث شده، یا مذهب مثلا در قسمت مذهب هم به همین شکل باعث شده که ما جمعیت دقیق استرالیا را ندانیم چقدر هست و این در دیتاها و منابع دولتی استرالیا نیاید. درست است؟ همین رقم از شما موافق هستم با این؟ بله، چو در سالای قبلی 2016 یا پیشتر از او، در زمان نفوذ شماری آپشنای بیشتر نبود که میگفتی قبیله ای از کدام گروپ افغانستان مثلا هستن، کشوری که تولد شدن. اما از 2021 نفوذ شماری که شدی آپشن پیدا شد، چرا نظر به ریسرچی که اینا دولت در کمیونیتی ها کرده بودن، ای آپشن آپشن ذکر کرده بودن که دوستا انتخاب کنن، اما متاسفانه بعضی دوستا هنوزم از
بعضی شرایط مرور من میگن که من دیگه نمیخوام افغان باشم، میخوام هزاره باشم که هم هیچ عیب نداره، و یا آسترالیایی باشم یا خسته شدم از این ریسیزم، به او خاطر هیچ چیزا نادیده میگیرن، فقط میگه آسترالیان یا کشوری که تولد شدم. به او حساب وقتی که پروگرام شما نظیم شد چک کردیم، یگانه سرویی که دولت برای حساب لنگویج زبان تهیه کرده بود، از روی زو میتونی آمار زبان هزارگی را و کمتم از دری، چون تعداد آمتانای تاجیک ما که دری صحبت منان خیلی کمه، یعنی بیشتر از او هزاره هستن، میتونی بگی که نفوذ هزاره تنها 41 یا 42 هزار نیه، اونایی که دری صحبت منان هم بیشتره. یک پروسه است که سپری شد، اینا همیش در نظر از ما درس است. ما فکرم در نفوذ شماری دیگر دوستا بهتر عمل خواهد کردن چون موضوع را، اما اکتیویست سوسایتی ما بیشتر تبلیغات کردن که متوجه از این موضوع باشیم، و همگی خیلی دوستانه پذیرفتن متوجه از این موضوع شدن. بسیار بسیار عالی و خوب است این برنامه هم به قوما در استرالیا و در نقاط دیگه دنیا که همه رقم سرشماری وجود داره خاطر نشان کرد، تذکر داد که این بسیار مهم است که ما بدانیم جمعیت ما در کشورهای مختلف به چه شکلی هست. البته بازو پروژه یا برنامه بلند مدت دیجیتال هزارستان هم هست، جایی که هزاره به عنوان یک شخص و یک هزاره به عنوان یک ملت کنترل بر دیتای خود داشته باشه و ما به شکل ریل تایم هم سرشماری هزاره را داشته باشیم. جمعیت تقریبی هزاره ها در استرالیا و در نیو ساوت ویلز چقدر هست؟ اگر حساب سروی که برای زبان صورت گرفت از طرف دولت ببینیم، مثلا گفته شده در 2021 تقریبا 42 هزار هزاره سپیکر داریم، یعنی با 30 هزار هم داری. نفوذ در این زبان های ما در استرالیا خیلی کم، میتونه کم از کم 15 هزار زی هم هزار سپیکر باشن، با یکی زیادتر هیچ زبان انتخاب نکردن، نه دری و نه هزارگی. سو خوشبختانه میتونی بگی که نفوذ هزارگی از 60 هزار بالتر خیلی مثبت گفته میتونی است بالعموم، یعنی سرجم. اما در سیدنی نظر به نفوذ شماری 2021 تقریبا 8 هزار است، و او هم دوستایی که او زمان در کم بودن و مثلا در نفوذ شماری حساب نگرفتن، اینا حساب نشده. سو میتونیم بگیم که 10,000 تا حالی شاید در نیو ساوت ویلز باشه. بسیار خوب. البته خب امی معلوماتی که در توسط دولت استرالیا منتشر شده و مشخص است که هزاره هستن اونا، خب معلومات دقیق هست، ولی بعد از او دیگه که ما میگیم مثلا 60,000 70,000 80,000، گاهی وقتا بعضی از قومار من میشنم و میگن تا 100,000 هزاره هم در استرالیا هستن، اما اینا دیگه تقریبی هست، حدس و گمان تقریبی هست. بله تقریبی هست. و ایرم لازم است خاطر نشان شود، همین جه در همین قسمت ما یک برنامه بسیار مفصلی را داشتیم در مورد هزاره های سویدن، و در باز هم با امی آمار تقریبی که ارائه شد، ما حدود 70,000 هزاره در سویدن داریم، کشور بسیار کوچکی در شمال اروپا. 70,000 هزاره ما در سویدن داریم که بسیاریشون هم عالی نوجوان و جوان هستن، و میتونیم بگویم که در یک نسل بعد ما شاهد یک تغییرات بنیادی و خوبی را در مورد هزاره ها در اونجا خواهیم داشت. بسیار خب، حدود 10,000 ما حدود میگیم، ما حدود 42,000 به صورت رسمن کسایی که گفتن ما زبانمان هزارگی هست در استرالیا داریم، حدود 30,000 گفتن که ما دری زبان هستیم، که نیم از اینا تقریبا هزاره هستن، و میشه گفتش که حدود مثلا 60,000 البته تا 80,000 ممکن ما هزاره داشته باشیم، و بعضی از
قوما هم میگن ما بیشتر هست جمعیتمان، و حدود 8 تا 10 هزار از اینا هم در نیو ساوت ویلز هست، در این ایالت میباشن. به چه دلیلی این جمعیت 10 هزار نفر جمعیت قابل توجهی هست؟ چرا در نیو ساوت ویلز و در شهر سیدنی اینا ساکن شدن؟ آیا علتش کار است، درس است، چی؟ به چه دلیلی اونجا پراکنه؟ از حساب لایف ستایل نوی زندگی اگر بگیم، سیدنی یکی از شهرهای مجبور من انگلیسی اینجا بگیم بگوی خیره قابل توجهی هست. با او یک دلیله، و دوم چون نفوذ زیادتره، چانس برای کار بیشتره. گرچن دومین ستیتی هست که از آره ها بیشترش در نیسات کلزه، اول ویکتوریا هست، قوما بیشتر در اونجا و در نیسات کلز کمتر هستن. و بعضی دوستایی که مثلا ما خود ما همچنان کسایی بودیم که اول اینجا آمدیم زندگی شروع کردیم و عادت کردیم با یک کمیونیتی خوردی که اول امینجا قومت پیدا کردن، عادت کردن و زندگی رو آمدن. بسیار خوب آلی، قومایی که در اونجا نیو ساوت ویلز هستن، میشه گفت که از این جمعیت تقریبی 10 هزار نفر چی تعداد از اینا تابعیت استرالیا را دارن، چی تعداد از اینا همچنان اسایلم سیکر هستن یا رفیجی هستن، پناهنده پناهجو هستن، و چی تعداد از اینا هنوز خارج از این دسته ها هستن و پیش ثبت نام نشدن یا غیر قانونی حتی هستن در اونجه؟ در این مورد میشه یک مورد را کنه؟ بله، گرچن معلومات دقیق که چقدر ویزای دائمی ندارن ما نتونستم از سیستم دولتی حاصل کنم، اما قسمی که دیدم شد و از مردا که بین خود میگردن، مثلا مردای فامیل میشنن که بیشتر کسایی هستن که قامت دارن اینجا، تعداد خیلی محدوده که در نیسات ویلز هستن، ویزای موقتی دارن که اونا هم بیشترشان از وقتی که حزب فعلی کارگر برقرار شده ویزای دائمی را حاصل کرده. این یک پروسه است که جریان داره، شاید تک چند ماه دیگه بیشتر قوم ها بتونن اونا هم دائمی ویزای دائمی داشته باشن، چرا چانسی برای افغانستان دیگه ندارن برون، دولت مجبور قبول کنه. بسیار خوب، این کمی اگر اما... امکان بله بفرمایید. امی کمره را یک کم میتونن چیز کنن، یک کم از قسمت بالا باش. سپاسگزار. بس بهتر شده ره. سپاسگزار. در اونجا قومایی که هنوز ویزای دائم را نگرفتن، اقامت دائم ندارن، با چه مشکلاتی مواجه هستن؟ یعنی چه محدودیت هایی دارن؟ تا جایی که ما خبر مدت تماس بودم امرای کمیونیتی یا گروپ قومی، فقط مشکلات تحصیلی است که اگر مکتب یا یونیورسیتی فاکولتا میرن باید فیس رو خودشون شخصا بدن یا حتی مکتب رو، و حساب سیهی هم بعضی جایا کمکی از دولت ندارن، نظر داد قومایی که دائم ویزای دائمی دارن یا اهلیت یا شهریت یا سیتیزن استرالیا هستن. غیر از او حق کار دارن، آزادی دارن هر جای برن، و یک مشکل دیگه که سفر نمیتونن از استرالیا بیرون، و اما مشکل بعضی دوستایی هستن که بیشتر از 10 سالن و فامیل خود ندیدن، اما میتونن کار کنن و از حساب اقتصادی پولی اینا را سپورت کنن. آیا هزاره هایی هم هستن در نیو ساوت ویلز که در بازداشتگاه یا امو دیتنشن سنترهای استرالیا زندگی میکنن؟ دولت استرالیا یک چند سال میشه، 3-4 سال میشه که کوشش کردن دیتنشن سنترها را از بسته کنن، و بیشتر از این قومایی که در دیتنشن سنترها بودن و داخل کمیونیتی آوردن، چرا استرالیا کس کشورهایی که
خیلی سخت ضرورت به کارگر دارن و میتونستن از اینا استفاده کنن و اجازه دادن که اینا هم با سیستم دولتی آشنا شون که ماشاءالله باعث شده هر مقامایی که ویزای موقتی اگر دارن هم صاحب کار و بیزنس از تجارت هستن. دیگه چند تایی که در داخل دیتنشن سنتر ها هستن شاید از اون یک چند صد بیشتر نباشه، چرا دولت نمیخواید که چرا یک پروسه خیلی قیمتی است که دیتنشن سنتر ها رو اینا نگهبانی کنن و دوستان را نگاه کنن. سو شاید از یک چند صد بیشتر نباشه. البته باز از طرف دیگه همون چهره حقوق بشری استرالیا هم آسیب میبینه دیگه، نه؟ بله. نهادهای حقوق بشری در سالهای اخیر با منتقل کردن پناهجویان به او جزایر خارج از استرالیا انتقادات بسیار شدید شد از دولت استرالیا و خب ممکن استرالیا بخواه او چهره خود را ترمیم بکنه در این قسمت ها. در سالهای اخیر من گاهی وقتا میشنوم که بسیاری از قوما هستن که از کشورهای اروپایی حتی امریکا، کانادا قصد اقامت در استرالیا را کردن، یعنی میاین در اونجا. در این مورد معلومات دارن؟ بله، ما هم شنیدم از کلاس های زمان پاکستان، ما یک چند تاشون از اروپا هم دادن اینجوری که کاروبار بینگنن تا بیتن فامیل خو بیارن. به حساب از او دوستایی بود که یکی کشوری است که زبان انگلیسی صحبت منو میخواستن اولاداشون یک زبان بین المللی را تدریس کنن. دوم دیگه استرالیا کشوری عالی است برای زندگی و مردم ما نظر به کشورهایی که ما به جای سفر کردم از حساب حقوق بشر، کار، بهترین سطح تحصیلی و از حساب صحی و آزادی بیان، چی بر خانم‌ها چی بر مردها، به او خاطر بله کشور عالی است. و من همچنین شنیدم دوستایی که علاقه دارن بیشتر طرف استرالیا باید. بسیار خوب، من اگه موافق باشیم بریم در مورد وضعیت کار هزارها و تجارت هایی که هزارها دارن در نیو ساوت ویلز صحبت بکنیم. اجازه بدیم من دوباره همین پریزنتیشن برنم و در این صفحه هزاره ها بیشتر به چه کارهایی در نیو ساوت ویلز مصروف هستند؟ ما اینجای باید به نوبیز خود رو یک تشکری خاص از بزرگایی که دور اول آمدن استرالیا کنم که خیلی شجاعانه، البته بیشترشون مرده بودن و کار کردن، زحمت کشیدن. یک پروسه خیلی طولانی است. مردم ما وقتی مقایسه کنی با شهری های دیگه کشورها، ما از حساب روحی هم از صفر پایین تر هستیم. شکنجه روزگار، اقتصاد، بیشتر مردای ما چی درونی چی در اینجی استرالیا نتونستن که تحصیل کنن اما کوشش کردن فامیلای خورا زندگی بهتر بیدن. اگر عمومی فکر کنی خانم ها در جمع خانم ما بیشتر تحصیل کرده در نظر در مردها و دلیل از این که مردای ما امو کاری سخت و مشقت را قبول کردن و اجازه دادن فامیلایشون زندگی بهتر داشته شه. و امو جمع اولی را که ما دیدیم که کد ما یک جای از سالای 2000 آمدن تا یک 10 سال پیش، اونا همیشه مصروف کار بودن، وقت نداشتن که درس بخوانن. در هر نوع کار که بگین که اگر مساعد یعنی پیدا شده چی کاری کانسترکشن بیلدینگ باشه یا در فارم کار کنه یا دیگون فکتری کار کنن، کار کردن و فامیلای خود از حساب اقتصادی هم اکمال کردن و اونا رو تا تانستن اینج بیرن و بعد از اون تا یک نفس راحت کشیدن. و مو دوستا با ای که ما میگنم که منطقه از ما شوخی مگی چون قوما زیاد دشت برچی میگی دشت برچی دوم ما خیلی بزنزا و دکانهای را میبینیم که پدرهای خیلی گران قدر ما مشکلات زبانی دارن اما بازم شجاعانه کار مونن. وقتی مقایسه نیم رای
قومیت های دیگه مردم از ما خیلی پیشند، یعنی ده, ده سال اول رو خیلی حساب نکن تا اونا آمدن کار کردن فامیل خوردن و امو سزای ازی که فکر کنن چی بار خود میتونن یا چی کار بهتر میتونن نداشتن، محدود بود. و بازم دکانه که میگنی امو پدرها صاحب دکان بزنس های هستن و کوشش کردن از او طریق اولادای خیلی عالی تربیه کنن. نسل دوم ما کم ده اونایی که در زمان عمر مکتب بودن تا حال را ماشاءالله ما معلم داریم، در اینجا هم وکیل داریم، هم در نظامی هم است، در دکتر هم داره، حساب انجینیر هم است، بزنس اونرها یعنی صاحب بزنس داریم به یک سطح پیشتر از پدرایشان. فیشن دیزاینر هم داریم، سو بسیار جای فخر است با ای که نفوذ خیلی کمی است، اما توانسته اون نسل های آینده مکم در درس بهتر حاصل کنن و یک زندگی بهتر داشتن. سو در اینجا دو طبقه رو میگنی، اونایی که اول آمدن مشکلات داشتن، مشکلات زبانی، نتونستن سر خود کار کنن و یک سطح مارنتر و پیشرفتر از اون نسل آینده از اوناست که در جای خیلی عالی رسیدن. بسیار خوب. او کسایی که از آراهایی که بزنس دارن در نیو ساوت ویلز چی رقم بزنس هایشان چی رقمی هست؟ در چی زمینه هایی کار میکنن؟ شاخه ها و بزنس های ابتدایی هست اما هم آسان نیست با یکی مشکلات زبان دارن و سیستم رو چندان نمفهمن. مثلا دکان پرچون، رستوران، دلیوری مواد هست، کار بیلدینگ هست. ما زیادترین بیلدرهای اینجا چرا کشوری روبه انکشاف هست، نفوذ هم زیاد شده ما رو بین نو خانه و اکامیدیشن هم زیاد میشه. سو یک فیلدی هست یا یک اندستری هست که خیلی زیاد رشد مونه و کار مونه و پیسه هم داره و ماشاءالله قایم آمده اونجا خیلی یک مقام عالی داره. هر بیشترین بیلدرهای سیدنی آزرا هست. بله. سو کارهای مختلف. آیا بزنس های هست از هزاره ها که در سطح مثلا خود استرالیا مطرح باشه، در سطح ملی در استرالیا و یا حتی در سطح بین المللی؟ خیلی کم، خیلی کم. یک دوتا از کارفروش ها و آهن فروش های ما در ملبون هستن که اونا فکر در سطح دولتی یعنی در اقتصادی یک تأثیر خاص دارن، چی در داخل استرالیا و بیرون از استرالیا چند جای ذکرم شده، اما زیاد نه، فعلا در لو لیول هست. پس یک سوالی رو که من گاهی وقتا در برنامه ها میپرسم و در برنامه قبلی در مورد هزاره های ویکتوریا هم پرسیده شد، در مورد بزنس های هزاره گیر شما گفتن شکل سنتی بیشتر دارن. آیا امی ما در دنیای تکنولوژی و بزنس یک به اصطلاح مفهومی و یک کانسپتی را داریم به اسم دیجیتال ترانسفورمیشن، آیا بزنس های هزارگی در اونجا در همین پروسه مثلا دیجیتال ترانسفورمیشن شامل شدن، در این قسمت ها تلاش میکنن که بتونن بزنس های خودشان را مطابق با شرایط و زمان متحول بکنن و از این طریق پیشرفت داشته باشن؟ تا جای بله. مثلا رستوران، کسایی که رستوران دارن مجبورن سیستم های دولتی رو استفاده کنن و دولت چون خودش به یک سطح بالاتر تکنولوژی است اینا هم باید رو فالو کنن، اما زیاد نه، زیاد نه. چرا بزنس اونرهای ما یا تجارهای خورد ما که از چند سال پیش بودن، یعنی پدرهای ما، کلان سالهای ما، اینا کم مشکلات زبانی ندارن. اما اگر این سوال یک ده سال بعد از ما کنین شاید جواب ما مختلف باشه، چون قوم ها بتونن تا وقت میتونن یک سطح بهتری باشه.
بسیار خوبه. این البته روند طبیعی هست دیگه، و اون رقمی که شما گفتین نسل اول مشکلات خاصی داشته، نیازهای خاصی داشته، مشکلات زبان مثلا شما اشاره کردین یک بخش مسئله هست، بعد ای که خب بتانن امو آمدن و زندگی خودشان را، فامیل خودشان را نجات بدن، تغییرات بنیادی را بیارنن، اونا بیشتر مصروف کار شدن، کارهای حتی سختی شدن، و این ما در مورد هزارها در نقاط مختلف دنیا میبینیم. و اما خوشبختانه هزارها کوشش کردن در عینی که خودشان کار سخت میکردن، کوشش میکردن که فرزندایشان، اولادایشان مکتب برن و نسل بعدیشان یک نسل کاملا متفاوتی باشه، و همون رقمی که شما گفتن این انتظار میره که در نسل بعدی هزارها با مفاهیم جدید مثل تکنولوژی دیجیتال ترانسفورمیشن به اصطلاح بیشتر همراه شوند. بله. خب در قسمت بزنس ها زنان هزاره چقدر فعال هستند؟ یعنی چقدر صاحب بزنس هستند و گرداننده تجارت می باشند؟ اگر دیدگاه از ما بگید، نمو بزنس هایی که قومات ها دارن، خانم هایشان 50% به او شریک، یعنی مردان نمیتن که تنها رو پیش ببرن. سو یک کار تیمی است، تیم ورک است که تو یک جاینا، اما درسته که پیش پرده نین. بعض وقتا دکانا موری که مردا کنم جای خواهن چای ساز نجدانن و خانما دخل می شدن. سو اینمی تغییرات آمده رویه. اما ای که بگی یک خانم شخصی یک بزنس می شدن تا آلی همونطور خیلی کم است. از مثلا حساب فشن دیزاینینگ اگر بگی دخترها شوخ کردن و لایر هستن، اونا از خود یک پرکتیز دارن، بله، دکترای ما کم کم پیش مورن. هنوز خیلی زود است که بگویم زیادتر انوالمنت شده. پس هنوز یک تعدادی از هزارها از نسل نو هستن که حالی رسیدن دانشگاه را خلاص کردن درس را، و بعد میخواین امو تخصص خودشان را، با امو تخصص خودشان بزنس های خودشان را شروع کنن. همین رقمی که مثلا شما گفتید، مثلا یک نهاد حقوقی مثلا داشته باشن، یا در شاخه های دیگه یک تخصص، یا دکتر هستن مثلا. بله. در بزنس هایی که مربوط به صنایع دستی هزاره باشه، در این زمینه ها چطور؟ آیا هست فعالیتی وجود داره؟ کمتون، بله کمتون است. شروع شده مخصوصا از یک امین سقوط افغانستان یک دلیل شده برای بیداری دوباره قوما، که نه، چون از او پیش فکر میکردن اوکی در افغانستان ما انجینیر داریم، دکتر داریم، پولیتیشن، سیاستمدار داریم، هر چی از میلیونرها داریم، هر کس در گوشه های خود زندگی را هست سپری میکردن. اما این تغییرات آخری یا دو سال پیش که آمد، یک زنگ بیداری برای همه بود و همه پس دوباره فوکس کردن سر کلچر و هویت و تلاش ادامه پیدا کرد، سریع تر از گذشته کردن. و یک از او است همین شق کلچر. اگر خار شما مردال نهی که اگر کلچر زنده هست، رسم رواج از خاطر خانم هست، صنایع دستی که مگی مردای از ما ماشالله کگنن خاطر ناید، و خانم ها شروع کردن در این حد چی از صادراتی که داخل افغانستان میرن یا از پاکستان، میبینیم که روز به روز بیشتر شده. بله. سرالی. در البته من کامل بکنم گپ شما را، که شما گفتن خانوما نقش بسیار اساسی را دارن در حفظ و زنده نگه داشتن فرهنگ هزاره. این تنها در قسمت صنایع دستی نیست، در قسمت های دیگه مثلا از جمله قصه ها، افسانه ها، دوبیتی ها، در این قسمت ها هم زنان هزاره، مادران هزاره که یادشان، کسایی که هستند درود برشان و کسایی که نیستند روحشان شاد باشه،
اونا نقش بسیار اساسی را دارند در انتقال فرهنگ و تاریخ و گذشته هزاره نسل به نسل، در شرایطی که هزاره همچنان مثلا ما شاهد نسل کشی هزاره هستیم، هزاره در سختترین شرایط بود، حتی اجازه مکتب رفتن نداشت، همی روایت ها، قصه ها، افسانه ها، فرهنگ عامیانه هزاره، صنایع دستی هزاره، اینا سینه به سینه از نسل گذشته، از مادران ما به ما رسیده و ما داریم. بازم باید تشکر کرد از تک تک مادران هزاره که وظیفه بسیار مهم، اساسی و برای هزاره بر عهده گرفتن و تا حالی بسیار هم موفق بودن در این زمینه. خانم ایدا، برم در قسمت یک نکته را، من یک پرانتز فقط باز بکنم، گپ صنایع دستی هزاره شد. بعضی از قوما در انتقاد میکنن از هزاره های استرالیا و میگن که اینا گاهی وقتا می لباس مثلا کوچی و آغوره گرفته و به نام لباس هزارگی در جان خون میکنن، یا دانسته یا نادانسته این رقم استفاده میکنن در محافل خودشان، و لازم است که هزاره ها در استرالیا در این قسمت توجه داشته باشن، اما صنایع دستی خود را بشناسن و اما دیگه مثلا اما نشانه ها سمبولای کسایی که غارت و قتل و غارت و تجاوز میکنن علیه هزاره اونا را استفاده نکنن. در این مورد شما کدام نظری دارین؟ لباس ما چرکم برشمایل دار کنم، نظر ما خیلی در این حساب مخلق چی ثبوت است که لباس هایی که پشتون ها مبشن از هزاره متاثر نشده، درست؟ آله بعضی فشن دیزاینر های فعلی که میگنید در لباس های پشتون ها از اونا مثلا تیکای گل نگار است، یا امیتر ببینیم نامای تکنیکی از نال فعلا یاد منیه، جزیات زیر تاثیر رفتم، شما کمک مهربان باشیم. و بله اگر خیلی دقیق کنیم، بر یک وقتی اونا به این حساب فکر نمیکردن که پشتون حاضر تاجیک، فقط چیزی که مود بود، فیشن بود و همچنان در سطح اسلامی بود، پوشیده بود، انتخاب میکردن. اما از این چند سالی که هویت آزرار میگنی هم به خطر و هم بیداری پیدا شده، خب ما بیشتر سر از این موضوع فوکس هستن یا عیار هستن و کوشش نن که دیگه اشتباه ادامه ندید. اما کلچر هزاره ما فکرم از حساب تاجیک پشتون شروع، حتی تا هند در رسم رواج از نو هویت آزرار لباساش دیدم شد. یک بحثی دیگه از دانشمندای از مو که میگرنیم باش. این نکته قابل توجهی هست، این گپی که گفتن، تأثیر فرهنگ هزاره بر مردم منطقه در جنوب آسیا به چه شکلی هسته. اینجا یک دوست شاعری ما داریم از ژاپن هست و رئیس انجمن جانی شعر هایکو، میگه که هزاره، نقش هزاره مولدید از او در آسیای میانه، باز او در سمت دیگه از در شمال آسیای میانه، طوری بوده که مثل مثلا پیوند دهنده تمدن‌های مختلف بوده و هزاره ای کار را کرده و تانسته در به اصطلاح غنی کردن، پربار کردن فرهنگ های ما کمک شایانی داشته باشه. اینی مثلا در او سمت دیگه ای از جهان هست. حالی در مورد جنوب آسیا هم خب ما برنامه داشتیم که چی رقم مثلا اونجا هزاره ها حضور داشتن و نقش داشتن. این گپ شما هم قابل توجه هست. برم در امو کارهای دیگه ای که هست، من اینجا میبینم که یک سری کارهایی را شما لیست کرده بودن، اینجا هزاره ها معلم هستن، حتی در دانشگاه پروفسور هستن، دکتر هستن. بله بله بله.
حقوقدان هستن، ما نویسنده ها داریم، بله انجینیر نویسنده که داریم. مثلا وقتی که میگیم نویسنده یعنی در سطح پروفشنال مسلکی و خودش در سطح استرالیا مطرح هستن یا نه، به چه شکلی هست؟ بله چند تا پروفسورای بزرگوار از ما که در فاکولتا فعلا مصروف تدریس هستن، اونا نوشتن و استاد جناب امیری صاحب و چند از دوستای دیگه که فعلا روی کتابایشون کار مونن. سو هم مسلکی و هم شوقی گفتم میتونین، بله. اما این خودش یک استعداد است. شما یک از ناین که باید نگفتن را کار شما خیلی عالیه، تشکر. زنده باشه. نام من کاش در استرالیا می بودم ولی خب نیست در اون شابه. ولی سپاسگزار از شما. یک نکته که خوب است همینجی ذکر شوند، در قسمت نویسندگان در نوشتن در زبان خودمان لازم است و خب امو گاهی وقتا لازم است و باید ادامه پیدا بکنه، اما این نوشتن در زبانهای بین‌المللی هم مهم است که امیدوار هستم هزارها نویسندگان هزاره، هنرمندان هزاره بتانن یک با نوشتن کار کردن تولید هنر ادبیات در زبانهای مختلف از جمله انگلیسی بتانن در عرصه‌های بین‌المللی حاضر شوند و ما از در این قسمت و در این شاخه هم حضور هزاره ها را در سطح بین المللی داشته باشیم. بسیار خوب، سپاسگزار. اگر موافق بریم در بخش بعدی گپ و گفت خودمان و او در مورد وضعیت تحصیل و آموزش بین هزاره ها. ابتدا به من بگوین که آیا در اونجا هم به همین شکل هست دیگه، اطفال، کودکان طبق تعریف یونیسف هر فردی که زیر 18 سال باشه او طفل محسوب میشه، کودک محسوب میشه، در اونجا هم آموزش، مکتب رفتن، درس خواندن برای کودکان اجباری هست دیگه، نه؟ بله، تا سنف ده اجباری است. بعدش که 16 سال هم شد و بعدش دبت سالگی، 18 سالگی، سنف 11 و 12 ویش دیگه انتخاب خود نفر چی میتونه از طریق کالج ها ادامه تحصیل کنن که کورس های خرد و تخنیکی است، مثلا درباره برقی بودن و دیگه کارهای چی میشه شما کمک نمیشه بعضی شوخهای مثلا چیز بعضی ها معمول این رقم معمول است که بعضی ها میرن مثلا رشته های فنی را حرفه ای را یکی میره مثلا موی کوتاه میکنه مکانیک هست یکی این شاخه های این رقمی میرن، بعضی ها میرن دانشگاه یعنی میرن در رشته های مختلف مثلا دکتر میشن، فیلسوف میشن یا شاخه های مختلف هست دیگه به این شکل است. بسیار خوب، هزاره ها بیشتر در چه رشته هایی درس میخوانن در استرالیا و در نیو ساوت ویلز؟ تا جایی که دیدم شه قومات زیاد علاقمندی به حقوق دارن و طب، اما تو خاص رشتانیه چون هر انسان استعدادهای مختلف داره و زندگی کردن در استرالیا باعث شده که فشارهای جامعه و والدین که در کشورهای ما در گذشته ها بوده که باید دکتر یا انجینیر یا لایر شنی دیگه او فشارها قدر نیه و اجازه دادن اولادایشون خودشان نظر به استعداد خود انتخاب کنن که خوشبختانه باعث از این شده که هنر از اینا استعداد از اینا در بخشای مختلف رشد کنه. ما ماشاءالله بهترین معلم ها داریم، پروفسور داریم، انجینیر، بیشترین لایر داریم نگفتنم نه و طب در هر شق، بله. حقوقدان دوستا بینندگان عزیز، لایر یا لایر که میگن حقوقدان منظور هست. در وضعیت رشته هایی که مربوط به تکنولوژی باشه چطور؟ مثلا رشته های مختلف مثل سافت ویر انجینیرینگ یا
نمیدونم هوش مصنوعی مثلا artificial intelligence یا اینا چطور در این شاخه؟ چرا در خیلی کم اما از داری فیلدم این حالا شما تو بینگرین که نفوس نیست سالوز دقیب 10,000 یک دو 3,000ش پدرها و مادرها کلان سالای ما هستن که چانس درست ندن مصروف کار روزگارن بعضشون نسل آینده ما خوردا بیشتره و خیلی تعداد محدود از ما مومنن که در تمام فیلد ها مساویانه تقسیم شدن بیشتر لا بگیم که چرا کشور از ما کلچر از ما زیادتر علاقه مندی به حقوق و تب دارن اما هستن زیاد نه هست انشالله فکر کنم رشد مچروی یک ویوی هست که خلق شده و یک تقاضای کاری است در جامعه استرالیا فعلی با پول خوب با معاش خوب که دوستا را تشویق کنه در این سطح هم کوشش کنه. بسیار خوب. شما در اوایل برنامه اشاره کردین که زنان هزاره دختران هزاره هم زیاد هست که درس میخوانن. وضعیت زنان آموزش زنان هزاره آموزش در سطح عالی در سطح دانشگاه چطور است؟ دختران هزاره فعال هستن درس خودشان رو میخوانن؟ بله ماشاءالله. البته تشکری از والدینا فرست که اول که فکرها تغییر کرده و اجازه کامل دادن برای اولادا که دخترایشان مخصوصا که درسای خدمه بیدن و یک شوق خاص بین طبقه خانما ما میگردم در جمعی که ما میگردم که همهشون دنبال تحصیلات عالی هستن فاکولته و بعدش ماستری و پیجدی حتی که جای فخر است و تعداد زیاد از اینا که امو سلسله درس را ادامه دادن چون فشار بیرونی اقتصادی دیگر نیه درس های خدامه دادن و میدین و فامیلا هم خوشبختانه سپورت کنن. بسیار عالی. وضعیت آموزش زبان مادری چطور است اونجا؟ چندان دیدنم شب یک دو مکتب خورده که در سیدنی بود او قدر فعالیت های زیاد نداشتن. متاسفانه زبان مادری از آرگی که اگر در خانه یاد بگیرن خوب اگر نه فعلا فکر نکنم که چندان درخشش داشته باشه اما فعالان معدنی ما در این فکر هست که کلاس های از آرگی هم تهیه کنن انشاءالله از چند جایی که ما خبر استم در سال آینده انشاءالله شاید رشد کنم. بسیار خوب. امیدوار استم فعالان ما در کشورهای مختلف یک سیستمی را جور بکنن برای آموزش زبان مادری که همه هزاره ها در همه جا بتانن از او استفاده بکنن و خب حالا با توجه به گسترش تکنولوژی میشه ای را در اختیار همه قرار داد و همه در نقاط مختلف دنیا بتونن زبان مادری هم بخوانن و بنویسن. خب سپاسگزار. در این بخش دانشیان و یا اساتید دانشگاه که از جمله هزاره ها هستن اینا تا چه حد نقش داشتن در شناخت نقش دارن در شناساندن هزاره به جامعه اکادمیک استرالیا؟ زیاد خیلی زیاد بگیم امی نسل نو ما تحصیل کرده ما تا حد هر جایی که بودن چی در سطح تعلیمی فاکولتیشن یا مکتب یا سطح کاریشن اما درفش هزارگی که شما رنگ کردین امور بالا کردن و کوشش کردن که هویت هزارگی رو آشکار کنن و تغییرات بین و هر قدر که معلومات از دوستا بیشتر نشر میشه با اقوام دیگه که داخل استرالیا چی در سطح کار یا مکتب یا فاکولته مثبتای تاثیرات مثبتی میله
برای شناخت مثلا یک میتینگ بود از سیاست مدارای زینچی و میگفت مر طرف مرون فقط آزرا میشنو می چی گپ است، یعنی شوخی میکرد، یعنی که اما ایرمو به یک فال نیک یک نظر نیک میگری که با خیلی اگر در سطح پوره نفوش شماری استرالیا نفوذ استرالیا حساب کنی آزرا شاید 1-2% ایلا باشه، اما تانستن که هویت و صدای خوره و نشان بیدن تا حتی سطح دولتی هم اونا مفهومن آزرا یک قوم زحمتکش مثبت در جامعه هستن و جای فخره. بسیار عالی. یک در همینج بحث دانشگاه و شناساندن هزاره توسط دانشجویان و اساتید هزاره هست، من یک نکته ای را لازم میدانم ذکر بکنم که ما یعنی چقدر خوب است که هزاره هایی که درس میخوانند در رشته های مخصوصا در سطوح ماستری و حتی امو بشلور به اصطلاح میخواهند پایان نامه خود نوشته بکنند و بعد در سطح ماستری وقتی که میخواهند امو بیشتر میره و تحقیق میشه کارهای ریسرچ و اینطور چیزا و بعد پایان نامه خود نوشته کنند و بعد در مقطع پی اچ دی دکترا هم در اونجا هم که با تحقیق ریسرچ مدام در ارتباط هستن، بسیار خوب است که در هر رشته‌ای که هستین تحقیقات خودتان را تا جایی که میتونین امکانات و شرایطش دارن در کانتکست هزاره و هزارستان برنین، چون واقعا ما در این قسمت ها اگر مثلا تپ هستن، شاخه های مختلف تپ هستن، جغرافیا هستن، شاخه های مختلف حتی فلسفه هستن، در هر شاخه که توریسم هستن، شاخه های مختلف تکنولوژی هستن، اگر بتونن در کانتکست هزاره و هزارستان مطالعات و ریسرچ خودتان را انجام بدین و یا پروژه های عملی تحقیقاتی، چون در مثلا در سطح بچلور وقت میخواین پایان نامه نوشته کنن گاهی وقتا این رقم عملی تحقیقاتی با هم دیگه یک جای هست و متدای خودش هم داره، اگر بتونن در کانتکس هزاره برنن بخشی از نیاز علمی ماره جامعه ماره برآورده میکنن و مثلا ما در دیجیتال هزارستان در برنامه دیجیتال هزارستان اجازه بدن من آدرسش هم در اسکرین روی اسکرین برنم بگذارم، در مثلا برنامه دیجیتال هزارستان یکی از وظایف ما ایست که ریسرچ تحقیقات در نقاط مختلف انجام بده، مثلا شما گفتم بیشتر حقوقدان هستن قوما در اونجا، یکی از پیچیدگی ها سختی های که ما در قسمت حقوق داریم ای که چه رقم فریمورک های مختلف را جور بکنیم که ای بتانه هزاره هایی که در همه جای دنیا پراکنده هستند شامل ای بیان به شکل بومی نیتیو بیاید، قانون طوری باشه که تصادم با مثلا قانون در استرالیا، قانون در کانادا، در امریکا، در اروپا، اتحادیه اروپا نداشته باشه و این طوری بومی باشه. خب پیش از این که ما مثلا بریم و کار توسعه دیولوپ کردن مثلا اکوسیستم را انجام بدیم و خوب است که هزاره ها و حتی در بخش های دیگه هم مثلا ما نیاز به این دانش ها داریم، خوب است که هزاره های عزیز دانشجویان عزیز خسته نباشن، مانده نباشن، در این قسمت ها هم یک توجه خاص داشته باشیم که ما بتانیم همون نیاز علمی خود را به اصطلاح داشته باشیم و در ژورنال های مختلف علمی بین المللی کم کم نوشته های شما را در شاخه های مختلف در کانتکس هزاره و هزارستان بخوانیم، لذت ببریم و جامعه خودمان را بهتر از زاویه دید علمی بشناسیم. سپاسگزار. در این قسمت ها گپ دیگه ای در مورد آموزش اگر ندارن بریم در بخش بعدی گپ و گفت ما خانم ایدا. درسته، تشکر، بحث دیگه. بسیار خوب. در مورد رابطه هزاره ها در نیو ساوت ویلز همراه یک دیگه ایشان یک دیگر چطور هست این رابطه میتونن بگوین؟ یعنی هزارها بین خود؟ بله بین خود.
آزاد وقت مشکل داشته با این خود که آل داشته باشه. خب امیدوار هستم که این رقم که شما میگین باشه، ولی آیا مثلا آیا نشسته و ارتباطات مستقیم و منظم امرای دیگر دارن یک دیگر؟ بله بله بله. ما خواهم شخصا ایچ اصلا ای تو یک موقعیت را متوجه نشتم یا ندیدم. در هر گروپ و کمیونیتی که میبینیم فقط یک احساس است و او احساس است، احساس ازارگی. موضوع قبیله و قبیله گرایی در نیوساوت ویلز خیلی روز به روز کمتر و کمتر دیدم شه و بله ها و خوبی همیه که با می تغییرات اخیری که آمده هر آزره دمو توان خو کوشش زیر داره که یک بهتری بیاره، ولی او هر قدر خورد و کلان باشه دمو ساعت خود. و از جامعه ما خیلی مثبت رسید میده چی از کلانا بزرگوارا تشویق میشن و بله. پس سالی مثلا این موانعی که قبلا ما میبینیم از قول و قریه و قشلاق و باز از یک طرف دیگه مذهب، یک ده سنی، یک ده شیعه دوازده امامی اسماعیلی، اینا که باعث به اصطلاح فاصله گرفتن هزاره از هزاره میشه، اینا کمتر میشه دیگه، نه نقش از اینا. بله بله. نه ما فعلا از قوما درک کردن که ما دارد یک موقعیت قرار داریم که با اصطلاح انگلیسا که افورت نمیتونیم که بین خود چندین طبقه و تقسیمات کنیم، اول از حساب مذهبی باشه، باز قبیله‌ای باشه، باز جنسی خانما باشه، بعدش مذهبی هم چندین حد شده. اساسا دوستایی که در نیوساوت ویلز سیدنی هستن از این موضوع دوری میگرن. اول شعار یکی آزره هستیم، بعدش هر کاری که منی باعث از یکی یعنی دی مفکوره هستیم که باعث اذیت یک آزره دیگه نشنه. ما هیچ کدوم مشکلاتی نمیگیرنم. بله بسیار خوب، امیدوارم همی جای بسیار خوشبختی است که ما میبینیم که یه روی کرد بین هزاره ها در نیو ساوت ویلز وجود داره و هویت هزاره و هزارستان و ارتباط به دیگه برجسته میشه. آیا در اونجا کسایی هنوز هست در نیو ساوت ویلز که خود اوغا اوغان بدانن و از هویت هزاره فاصله گرفته باشن؟ در شروع 20 سال پیش تو چیزای میشنویدیم، اما فعلا نه. فعلاً تو شخصیت های ما روبرو نشدیم که اوغو خود حساب کنن یا به او فخر کنن. شعار فقط بازم میگیم اما یکی که آزره. بله بسیار خوب. در این نکته بسیار همین چند روز پیش یکی از قوما در برای تأسیس یک نهاد با ما تماس گرفته بود، نظر و مشورت منم میخواست و یکی از نکات که بسیار تاکید خودش داشت پیش از اینکه من بگویم میگفت که ما دیگه مثلا رقم نسل گذشته 20 سال پیش 30 سال پیش نمیایم، ما همه ما هزاره جمع شده یک نهاد جور بکنیم نامش هویت دیگر رو اوغو، مثلا انجمن مثلا افغانهای فلان شهر، افغانهای فلان ایالت، فلان کشور مثلا بگذاریم، اما میرم که میرم سر عمو هویت اصلی خودمون و که بعد موجب شرمندگی خود ما و دیگران نشوه. این خوشبختانه این روشنگری بین قوما در نقاط مختلف به وجود آمده و یعنی مردم شناختن. در قسمت مذهب چطور؟ آیا سوال اینجاست که نهادهای مذهبی هزاره گپی میخواین بگویید؟ بخشید. آره آره. دمو باره نهاد که گفتین هزاره یا آقا بودن اینا، چون در یک شرایط قرار داره که بعضی کمک های دولتی که بگیم اینا از حساب یک کشور میگیرن نه قبیله ای، به اون خاطر بعضی نامای یا مؤسس هایی که هستن به نامای خیلی عزیز و
آزارگی اونا اوقدر جلب توجه نن اگر دولت بخواین با یک گروه گپ بزنن. از اون حساب آزرای کم پس مومنن و این دلیل گفته قوم کویتا جذبه و احساس دوستایی که شعار آزرگی قدر میدین تا این حدره خیلی قابل قدر و باید میتر باشه. اما برای فعلا چون ما حساب جغرافیایی در یک کشور رب داریم متاسفانه هرچی که نامشه است باید از اون نام استفاده کنیم تا یک نمایندگی در دولت در اینج داشته باشیم. مثلا دو نهاد دیگه است، یک از خانمای پشتون و از تاجیک، اونو نام افغانستان استفاده کردن و در بیشترین مواردی که با دولت در تماس میشه اونو نمایندگی از قوم آزرم بانن و او باعث میشه بگی چرا حالی نمیشه که تمام پارلمانت استرالیا رو بشنی تعلیم بدی که نه ما انزیجیم ما زینجیم. اما فعلا از ام یک کشور هستیم، نام از کشور انمیتر هست، انمی لیبال زده شده باید دمو ساعت و ما تشویق کنم خودم شخصی که با یک آزرگی هم یک نهادی جور کنن به نام افغانستان که بتونن برای آینده خودش در استرالیا یک اعتباری یا یک کنکشنی با دولت داشته باشه. نظر شخصی و دیدگاه خود ما چیز قسمی که ابزرو کردیم مقایسه کردیم. خب باز یک مسئله دیگه هم هست، ما در مثلا برنامه‌ای که در مورد هزاره‌های ویکتوریا داشتیم همراه با آقای گلزاری، ما در قسمت مثلا حضور سیاسی هزاره در استرالیا و در ویکتوریا مثلا ایشان موارد خوبی را میگفتن اگر هزاره منسجم باشه و در قسمت سیاسی میتونه حتی در پارلمان اونجا وکیل داشته باشه، یعنی اگر با برنامه و انسجام حرکت بکنه این کار را میتونه انجام بده. در جاهای مثلا مثال میزدن که مثلا ما 10,000 هزاره را مثلا داریم اما با وکیل مثلا با 3,000 رای یا 5,000 رای فرستاده میشه در پارلمان. امیدوار هستم دقیق گفته باشم، همین تقریبا همین مضمون را داشت. ولی خب ما به اون قسمت هم میرسیم که آیا مثلا در این قسمت ها چی کار میشه کرد که هزاره بتانه مثلا از این طریق، یعنی مسیرهای دیگه هم هست برای اینکه هزاره در دولت نقش داشته باشه، در پارلمان و دولت اونجا نقش داشته باشه و حضور داشته باشه. در قسمت مذهب چطور خانم ایدا؟ نهادهای مذهبی هزاره در کنترل خود هزاره هست؟ خودش امور مذهبی هزاره توسط خود هزاره ها اداره میشه یا دیگران؟ این موضوع خیلی اساس دیگه، ما نمیخوایم در باره چیز بگیم. فقط دوامنه ای که قومایی که روز بروز تحصیل یافته میشن و حساب علمی پیش مورن خودشان فرقی کنترل زندگی و آینده خود داشتشن نظر در تعلق به کشور یا منطقه دیگه. مذهب است، مذهبم بدی نداره، اما قوما انشالله که هویت هزارگی را اول پیش برن بعدش مذهب یک چیز شخصی، هر کس در گوشه هر کار مونن عالی است. یا عزیز جان دیگه این مورو نبگیم. خب شما لازم میدونم من یک چیزایی را بگویم، مطالبی را با قوما هم اینجا شریک بکنم از زبان خود. ماله. خب ای که خب همون رقمی که گفته شد، مذهب یک پدیده شخصی هست، هر کسی آزادی این آزادی رو داره که مذهب داشته باشه، مذهب دین مذهب خودشه، یا داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی این آزادی وجود داره و به این آزادی شخصی احترام باید گذاشته شده هر دین و عقیده و مذهبی که میخواید داشته باشه. اما در قسمت مراکز دینی ما گاهی وقتا متاسفانه میشنویم در نقاط مختلف دنیا، نه الزاماً استرالیا، که دیگران کنترل مذهبی هزاره را دارن، یعنی از هزاره ها به عنوان سربازان مذهبی استفاده میشن و حتی
تمام هزینه های او مکان مذهبی هم توسط هزارها پرداخته میشه، وجوهات دینی هزارها جمع میشه و بدون حساب و کتاب معلوم نیست کجا میره و حتی ممکن است که در جایی علیه خود هزاره مصرف شود، در صورتی که هزارها به شدت نیاز دارن به ساپورت، کمک مالی. و در داخل ما میبینیم که از چی در دوره جمهوریت اوغانی چه در حکومت قرون وسطایی اوغانی ما میبینیم که تبعیض سیستماتیک وجود داره، کمترین کمک ها به هزاره ها، حتی هیچ کمکی نمیرسه، کمک های جامعه جهانی اصلا به هیچ عنوان نمیرسه. در این شرایط ما میبینیم که وجوهات مذهبی هزاره متاسفانه در بسیاری موارد، البته هست مواردی که برای هزاره مصرف میشه، اما در بسیاری موارد در اختیار دیگران قرار میگیره و از کنترل خود هزاره خارج است. و چه بسا وقتی که معلوم شفافیت نباشد، چه بسا در جایی علیه خود منافع هزاره ها مورد استفاده قرار بگیره. قومای محترم در این قسمت توجه داشته باشه، با احترامی که به دین و مذهب و عقیده افراد داره، داشتن یک دین و عقیده یک حق بشری هست. کسی نمیتونه بگه که شما چرا این مذهب را داری یا نداری. و خوب است که در این قسمت هم ما توجه داشته باشیم که، و یا مثلا در یک قسمت دیگه ما از فعالان و اکتیویست های هزاره میگویم که شما چرا این کار نمی کنین، چرا صدای ما رو نمی کشین، ایسو چرا با این نهادها دولتها صحبت نمی کنین. ولی وقتی که ما میرسیم به اینجا، خب همین مثلا یک اکتیویست هزاره بخواه مثلا از استرالیا یک سفری داشته باشه به ژنوا مثلا، یا از اروپا مثلا یک سفری به نیویورک داشته باشه، در یک کنفرانس بزرگ اشتراک بکنه، این هزینه ای را کی میخواه متقبل شده، خودش پرداخت بکنه، از کجا پرداخت بکنه؟ خب این مسائل هست. یا نهادهای هزارگی به همین شکل که در این زمینه ها کار میکنن نیاز به ساپورت دارن. و اگر مقصد از وجوهات دینی ترویج دین است، یا به هر حال این هم در راه هزاره های استفاده میشه که دست دست متاسفانه در افغانستان جان خودشان را دست میدن، نسل کشی روان است و تبعیض سیستماتیک هم. سپاسگزار از شما. لازم بود من این را متذکر شوم و دوستات داشته باشن در ذهنشان. و اگر موافق باشم بریم در قسمت بعدی گپمون. در بین هزاره ها در نیو ساوت ویلز، در این ایالت، رابطهشان با هزاره ها در ایالات های دیگه چطور است؟ ارتباطات منظم دارن؟ برنامه های مشترک، روابط سیستماتیک مشترک در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی کارا رو میکنن یا نه؟ بله، تا جایی که من متوجه می آین والم خانم ها قدر در این موضوعات تا حال متاسفانه یا خوشبختانه بگیم دخیل نین، اما مثلا تیم سپورت یا فوتبال و ورزشی، تیمای ورزشی که هر استیت قوم ها دارن خیلی منظم و با همبستگی خاص از هر استیت با هم یک جای میشن و پروگرام های خیلی عالی دارن. غیر از او هم هیچ کدوم فرقی دیده نمیشه. هزاره یک، هزاره یک، خلاص. خب درست است، اما به شکل مثلا عملی میخواییم ببینیم که یه هزاره یکی هست. ما و شما همین نظر داریم. خب باز به شکل عملی واقعا همین رقم هست. رفتاری که ما داریم به همین شکل هست. این هم بسیار مهم است که خب در جامعه استرالیا چی تصویری از هزاره داره؟ یعنی استرالیا وقتی که نام هزاره رو میشنوم چی برداشتی از این مردم داره؟ پارسال جنوری یک موقع خیلی خوب بود که جوانای هزاره از هر ست یک جای شدن در کمره
پایتخت کشور برای زو پروگرام و امرای پولتیشن های از هر ستیت یک جای و دیدم شد که همهشان یک رنگ خیلی مثبت نظر داشتن و تشویق میکردن. بیرون از او هم دولت استرالیا دوستایی که ما غیر از آره هستن در تماسیم آزار یک قوم مثبت زحمت کش میبینن از هر حساب، چی حساب کاری باشه، فرهنگی، سپورت، علمی. بله، نظری خوبی از دولت هست. در قسمت های مثلا همین خود هزاره ها در بخش های سیاسی، یکی از انتقاداتی که به هزاره ها در استرالیا وارد است ای که میگن که انسجام سیاسی لازم را در احزاب مختلف ندارن، یا مثلا امکانات مالی هزاره ها کار میکنن، درس میخونن، امکانات مالی خیلی خوبی هم در استرالیا دارن، اما در سیاست استرالیا هیچ نقشی ندارن. هزاره ها میگن همیالی باید چند وکیل میداشتن در پارلمان، از طریق مثلا احزاب مختلف استرالیا چند وکیل میداشتن در اونجا، ولی ندارن. و در بسیاری از جاها میگن که این قدرت اگر خودشان مستقیم وکیل نمیتونن روان بکنن، میتونن ائتلاف بکنن با گروپ های دیگر و وکیل مشترک مثلا روان بکنن در پارلمان. چرا در این قسمت هزاره ها کمتر فعال هستن؟ یک تعاملات سیاسی داخل استرالیا باعث شد یا مانعی شد که هزاره ها در شق سیاست و قدر فعال باشن. مثلا از بی قبلی از کارگر که از بی لیبرال هست، اونا تا خیلی دیر در قدرت بودن و کشوری هستن که چندان از دیگر اقوام نظر خوب نداره. دیگر یعنی به کشور اختصاص داده بر خودشون میخواین، به او خاطر بقدر هزاره و چی قومای دیگر رول نداشتن. از بی کارگر که از دو سال از قدرت گرفته، در می دو سال میبینیم که چی از طبقه خانوما و آقایان در تب و تلاش هستن. شما در رفته قبلی آقای گلزاری رو دیدین، میگفتن که خود رو نامنیت کردن برای یک پوزیشن دولتی و یک از خواهرهای دیگه مدام ملبون هستن فعلا نامنیت شدن برای یک پوزیشن دولتی همچنان کانسل. یعنی دوباره چانس پیدا شده و قوما هم عمل میکنن. از او بیشتر تالی شاید بگیم در فکر قوما نامده یا متوجه روزگار خود بودن. یک بله زیاد شده اینه. حالا مثلا در امید من میبینم کامنت های بینندگان عزیز را به شکل لایف بسیار تاکید دارن به این که هزاره ها باید در گروپ های سیاسی مختلف استرالیا خود شامل بکنن، خب، و بتانن از این طریق تغییراتی را بدنن هم برای وضعیت خودشان در استرالیا که صدایی داشته باشن. بالاخره شهروند اونجی هستن، تابعیت اونجی را دارن و باید صدای خود را هم در استرالیا داشته باشن، در عرصه سیاست استرالیا داشته باشن. و از طرف دیگه هم از طریق استرالیا صدایی باشن برای هزاره ها در نقاط دیگه دنیا، به ویژه در هزارستان، که ای یک مسئله جدی هست. امیدوار هستم قوما در استرالیا و در نقاط مختلف دیگه دنیا به این قسمت توجه داشته باشن. باز ما در آینده یک برنامه هایی روی ازید می سازیم، تولید می کنیم در گفتگو با متخصصان که چی رقم هزاره ها میتونن از در سطوح مختلف از طریق سیاست وارد شون، مکانیزم هایشی چی هست، مدل های مختلفی که هست چی چیزایی میتونه باشه. شما در این مورد گفتنی دارین یا نه در مورد همین فعال شدن هزاره ها در احزاب مختلف سیاسی استرالیا؟ مثل شما ما نظر مثبت دارم، خیلی کاری نکست. انشالله که قوما متوجه از این شوند و شدند که فعالیت هایشون کمتون و مینگرنوم شروع شده
ولی فعلا محدود است برای حزب کارگر فعلی. انشالله که از این ادامه پیدا خواهد کرد و در تیم های دیگه هم اینا شاید اشتراک کنند. بسیار خوب. در استرالیا، در نیو ساوت ویلز، در ایالت نیو ساوت ویلز و در شهر سیدنی چه نهادهای هزارگی فعال می باشند؟ کدام نهادها؟ امیر کمک ساده تر اگه بگین. در اونجا در نیو ساوت ویلز هزارها از خودشان انجمن و سازمان و نهاد دارن یا نه؟ بله ماشاءالله خیلی زیاد. مثلا نه. در چی زمینه و فعالیت هایشان چیست؟ چی کارهایی میکنن اونا؟ درس های مذهبی، کلتوری و پروگرام های فرهنگی داره، مثلا تجلیل از نوروز یا تجلیل از چرا خمشم سیاسی میشه دیگه از این بیشتر شیه. بله هست، چرا هست، چندین دانه فعال هم هستن ماشاءالله. بسیار خوب. البته ما میبینیم در جریان وقتی که تظاهرات ها در نقاط مختلف میشه، در سیدنی هم اونجا قوما جمع میشن فعال و تظاهرات میکنن و خوب از حالی در این فعالیت خود را گسترش بدن، متنوع کنن و که بتونن و مدام بکنن. این رقم نه در سال یک دفعه دو دفعه تظاهرات فقط باشه و بعد برن پشت کارشان، نه، بلکه یک مکانیزم مدام باشه که انگیج باشن، تعامل داشته باشن با سیاست و جامعه در استرالیا در مورد وضعیت هزاره و هزارستان. آیا در اونجا نهادهای غیر هزارگی هم هست که بین هزارها نفوذ داشته باشه؟ کمتون بله، از کشورهای دیگه و همچنان از اماتنه خود ما، از گروپ تاجک و از دیگه اقوام هم هست. سیستم می قسمه که هر منطقه از خود یا کشور یک یا چندین نهاد دارن و بخاطر تجلیل از بعضی پروگرام های استرالیایی یا کشوریشان باز با هم دیگر یک جا اون موضوع رو جشن میگیرن یا تجلیل بنن یا برقرارن پروگرام. بله کم. بله. بسیار خوب. اما اینا او قدرت رو ندارن که روابط هزاره ها رو تعیین بکنن، تعیین کننده رابطه هزاره ها باشن، بتانن بین هزاره فاصله ایجاد بکنه، هزاره رو از یک دیگر دور بکنه، یک فیلتر مثلا اوغانیت اسلامیت در او مابین بگذارن و هزاره از هزاره دورتر شوه؟ نه چندان اتاک چیزی وجود ندارن. بسیار خوب. ما حالا وجود ندارم، خوب است، ما این مسائل را طرح میکنیم. بینندگان عزیز مانده نباشند که در جاهایی اگر باشه این مد نظر باشه بینتان که افغانیت و اسلامی، افغانیت خود یک چیز تحمیلی هست که وجود داشته و متاسفانه همراه با نسل کشی و جنایات دیگه، ولی مانع از هر رقمی که می باشه، مانع از ارتباط خوب سازنده و مثبت هزاره با هزاره نشه و ضمنی که آدم ها با هم دیگه آزاد هستن، با هم دیگه ارتباط داشته باشن، چه افغان باشه، چه تاجیک باشه، چه هر قومیت و ملیتی که می خواهه باشه، استرالیایی، سفید پوست یا پوست، هر چی که می خواهه باشه. ولی در عین حال نباید اجازه داد که بعضی از مسائل مانع اختلاف و فاصله گرفتن هزاره از هزاره شدم. بسیار خوب. من دیگه آلی نزدیک 1.5 ساعت است داریم گپ میزنیم، 1 ساعت و 24 دقیقه در آخرای برنامه هم هستیم. شما کدام گپی با قوما در خود نیو ساوت ویلز دارین؟
نه البته ما بخشش میخوام از بزرگای و طبقه ایار قومای کنش بودن که پیش دستی کدوم و نمایندگی از نظر از خود خب امرای شما شریک کنم. نه دیگه انشالله که موفق سرفراز باشن و مستگی خود رو حفظ کنن با امید روزهای بهتر قوم. چی گپی دارین با قوما در نقاط دیگه دنیا از جمله در هزارستان؟ قومای هزارستان ما دوستایی که در مشکلات در اندونزیا و دیگه موقعیت ها قرار دارن کشور ها قرار دارن قومای از استرالیا بالعموم و سیدنی نیو ساوت ویلز همه همیشه در فکر از این چطور بتانن یک راه بهتر و دستی راه بهتر کمک برای دوستایی که بیرون از استرالیا هستن شون و هر جوانی که فعلا در نهادهای فرهنگی یا حقوق بشر فعال هستن همیشه دنبال میتر یک موقعیت ها هست انشالله که از دست ما کار پیش باید بتونیم مصدر خدمت چنیم بیشتر. بسیار خوب، سپاسگزار از شما از اینکه در این برنامه اشتراک کردیم. از بینندگان عزیزم بسیار تشکر که علی یک و نیم ساعت از تقریبا همراه ما بودن، ولی برنامه که همراه شما داشتیم خانم ایدا بسیار کوتاه‌تر از برنامه های دیگه بود. شما باید 3 ساعت با هم یک گپ و گفت می داشتیم که 1.5 ساعت. باش خیر باشه، پروگرام های آینده بخیر. بخیر در پروگرام های بعدی. از بینندگان عزیز محمود دیتایی که دارم، معلوماتی که دارم نشان میده که بسیاری از بینندگان این کانال ما در یوتیوب سابسکرایب نکردن. بیش از 80% از کسایی که ویدیوها را میبینن سابسکرایب نکردن. بسیار آسان است سابسکرایب کردن، در همون گوشه در همون یک جایی میبینن سابسکرایب را کلیک کنین و بعد در اونجا نوتیفیکیشن از اون را فعال بکنین که بتانن خب ویدیوهای جدید را با خبر شوین که کی میایه و به این شکل کمک میکنن. اگر دوست دارن کمک میکنن که این کانال رشد سریعتری را داشته باشه. باز هم سپاسگزار. در پایان اگر گپی گفتی اگر داشته باشین بفرمایین و اگر نه خداحافظی بکنیم. خانم ایدا نه دیگه یک تشکری از شما بنده یک جان تشکر و کارای نیکی شما جانین واقعا کم است، انشالله که ادامه بدین میقدر موفق باشین. زنده باشین. سپاسگزار بار دیگر از شما و از بینندگان عزیز. تا برنامه بعد روز و روزگار خوبی داشته باشین و خدا یار. تشکر، خداحافظ.